این هفته ویژه مد، لباس های دیجیتال، چرم مصنوعی و زیبایی با هوش مصنوعی. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. ما در یک دهه گذشته بارها به سراغ مد رفتیم، البته اونجایی که صنعت مد با فناوری همپوشانی داره. چند وقت پیش هفته مد لندن بود که البته شکل برگزاریش امسال به خاطر مسائل خاص و همه‌گیری با سالهای پیش فرق داشت. چهار سال پیش یک مدل مرموز صنعت مد رو حسابی تکون داد. اسمش شودو بود و هیچکس نمیدونست از کجا پیدا شده. شودو البته واقعی نبود. زایده خیال یک عکاس مد بود به اسم کامرون جیمز ویلسون و در یک چشم هم زدن در اینترنت مشهور شد. کار به جایی رسید که با یک لباس دیجیتال در مراسم بفتای سال 2019 هم شرکت کرد. حرکاتش رو از روی یک مدل واقعی در کانادا برداشته بودند. شودو اونقدر گل کرد که ویلسون تصمیم گرفت یک آژانس مد به نام دیجیتالز را بندازه. شش مدل دیگه هم طراحی کرد تا تنوع بیشتر بشه. یک مدل فضایی به نام گالکسیا هم جزوشون بود. ویلسون معتقده با این شیوه میشه یکی از بزرگترین مشکلات صنعت مد، یعنی پایداری، رو حل کرد. سه تا پنج سال دیگه خیلی از همین برندهای امروزی به نوعی از تصاویر سه‌بعدی در مسیر تولیدشون استفاده میکنن. حالا یا در طراحی لباس یا در کارزارهای تبلیغاتی با مدل‌های دیجیتال. اگه این اتفاق بیفته، طبعاً تقاضا برای مدل‌های دیجیتال بیشتر و بیشتر میشه. برای اینکه معقول‌تره که لباس‌های سه‌بعدی رو تن مدل‌های سه‌بعدی بکنین. اینجوری میتونن لباسی رو که هنوز تولید نشده کامل تصویر کنن و حتی بفروشن. یعنی میتونن از قبل سفارش بگیرن و دیگه مواد اولیه حروم نمیشه. یکی از بزرگترین عوامل اسراف در صنعت مد لباس‌های اضافه است که فروش نمیره و برمیگرده به تولید کننده. بعد هم یا میریزن دور یا میسوزونن. به نظرم هر گامی که در این راستا برداشته بشه و ضایعات رو کم کنه بسیار مهمه. و این دقیقاً کاری که گروه فابریکانت داره انجام میده. یعنی صرفاً برای مدل‌های دیجیتال پوشاک سه‌بعدی می‌سازه و نه فقط برای سوپر مدل‌هایی مثل ایشون. برای امثال من و شما هم می‌سازه. ما فقط لباس دیجیتال تولید میکنیم. هرگز لباس نمیدوزیم. داریم سعی میکنیم چشم انداز صنعت مد در قرن 21 رو تغییر بدیم. میخوایم ببینیم چطور میشه نحوه پوشیدن و تولید و طراحی لباس رو دگرگون کرد. و آیا میشه راهی پیدا کرد که پایدارتر از روند فعلی باشه؟ بنیانگذار فابریکانت امبر سلوتن اولین بار موقعی که در مؤسسه مد آمستردام درس می‌خوند به ردپای صنعت مد بر محیط زیست فکر کرد. این موضوع براش تبدیل به دغدغه شد و تصمیم گرفت نخ‌سوزن رو کنار بذاره و بره سراغ کامپیوتر و ماوس و رسید به جایی که برای بعضی از بزرگترین برندهای دنیای مد لباس مجازی طراحی می‌کرد. این یکی رو حدود 10,000 دلار فروخت. یک کت سفارشی که هرگز در عالم واقع وجود نداشته و نخواهد داشت. فکر کنم اون روز حدود 50 نفر تو محل در حال راه رفتن دیدنش، ولی میلیون‌ها نفر آنلاین این لباس رو تنش دیدن. سوال من همیشه این بوده که خب چه فرقی میکنه؟ حتی در همین فرهنگ فعلی تنها مدرکی که برای اثبات هویتمون داریم عکسه.
کامرون جیمز هم بعضی از لباس‌های مجازی فابریکانت رو به تن مدل‌های سه‌بعدیش کرده. بعضی از لباس‌های مجموعه مجانیشون رو که اسمش رو گذاشته بودن افرابس از وبسایتشون برداشتیم و تن یکی از مدل‌هامون به اسم بویس کردیم. عجیب این لباس‌ها بهش میومد و همین نشونه‌ای بود که صنعت مد سه‌بعدی چجوری میتونه کار کنه. میتونیم مجانی از جاهای مختلف دنیا با هم کار کنیم و کارمون هیچ دورریزی هم نداره. واضحه که انگیزه دست‌اندرکاران این صنعت برای کم کردن ضایعات خیلی قویه، چه در مواد خام چه در ترابری. اتحادیه اروپا متعهد شده که تولید دیوکسید کربنش رو 55% کم کنه. این رقم از کجا قراره بیاد؟ چطور قراره بهش برسیم؟ دوروبر خودتون رو نگاه کنین، همه ی صنایع دیجیتال شدن. البته تغییر زمان میبره، کار امروز و فردا نیست، اما نکته مثبت در مورد مد دیجیتال اینه که قابل تعمیمه و میتونه خیلی سریع باشه. یعنی به محض اینکه به سوددهی برسید میتونه خیلی خیلی سریع پیش بره. جالب اینجاست جریانی که برای کم کردن آسیب صنعت مد به محیط زیست راه افتاده ممکنه به تغییرات بنیادی و مهم دیگه‌ای در جهان منجر بشه. از مدل‌های مجازی تا ستاره‌های مجازی در رسانه‌های اجتماعی همه‌شون لباس مجازی می‌پوشن. اما شاید این سوال مهمی باشه. آیا قرار بعد از این پولمون رو اینجوری حروم کنیم؟ دنیای عجیبی شده نه؟ به نظر میاد که دیگه باید بریم سراغ خرید لباس‌های دیجیتال، یعنی چیزی که تا پیش از این فقط تو صنعت گیم ازش صحبت بود، حالا انگاری داره دغدغه اصلی صنعت مد هم میشه. پیشبینی صنعت مد اینه که لباس‌های دیجیتال در 2 دهه آینده کسب و کار بزرگ و پر رونقی میشه. البته پدیده خرید کالاهای مجازی در بازی‌های کامپیوتری اصلاً چیز جدیدی نیست. امکان خرید در محیط بازی باعث شده تا بازاری برای کالاهای دیجیتال ایجاد بشه. اما این فروشگاه‌های مجازی جدید پر از برندهایی که امید دارن یک روز دنیای واقعی و دنیای دیجیتال رو به هم پیوند بدن. 100%. فرض ما اینه که درس اکس به درد هر کسی که به هر شکل هویت دیجیتال روی اینترنت داره میخوره. در حال حاضر فرایند خیلی ساده است. به نوعی عادات خرید مردم رو کپی میکنه. روی صفحه یک محصول عکستون رو آپلود میکنید و پرداخت میکنید و از صفحه خارج میشید. یک روز بعد نتیجه کار میرسه دستتون و میتونید با دیگران هم به اشتراک بگذارین. البته هنوز اول راهه، اما برخی از شرکت‌ها دارن تلاش می‌کنن تا لباس رو با ویدیوی زنده روی تن مشتری آزمایش کنند. اگه چنین حرکتی رخ بده، دیگه میشه گفت کمدهای واقعی لباس دارن رقیب پیدا می‌کنند. این هفته دولت بریتانیا به خاطر استفاده وزرا از پیام‌های واتساپی و سیگنالی که بعد از مدتی پاک میشن هدف انتقاد قرار گرفته. منتقدین نگران عدم شفافیت دولت هستند. نروژ از جدیدترین و بزرگترین مزرعه بادی اروپا رونمایی کرد که میتونه برق مصرفی حدود 1,000,000 خانه رو تأمین کنه. و برآوردهای اولیه و مقایسه نخستین بطری شرابی که 14 ماه در ایستگاه فضایی بین المللی سر کرده با نمونه مشابهی که در زمین بوده نشون داده که به رغم طعم خوبش شاید شراب در فضا سریع‌تر پیر میشه و پا به سن میگذاره. برای نتیجه گیری دقیق و علمی قرار مواد شیمیایی موجود در این بطری آزمایش شن. نقشه گوگل میخواد به راننده ها امکان انتخاب مسیر سازگار با محیط زیست رو هم بده. این مسیرها بر اساس میزان ترافیک، شیب جاده و چراغ‌های راهنمایی رانندگی انتخاب میشن.
گوگل همینطور برای مسیریابی بهتر کاربران در مکانهای سربسته مثل فرودگاه‌ها یا مراکز خرید راهنمای واقعیت افزوده به نقشش اضافه کرده. مهندسین اینتل در قالب یک پروژه غیر انتفاعی منبع باز یک کوله پشتی درست کردن که میتونه به افراد نابینا و کمبینا کمک کنه هنگام پیاده روی بهتر مسیریابی کنن. در این کوله پشتی مجهز به کنترل‌های صوتی، یک سیستم دوربین استریوسکوپی و جی پی اس برای ردیابی اشیا در زمان واقعی جاسازی شده. کوله پشتی با فردی که اونو پشتش گذاشته حرف میزنه و محیط اطراف رو براش توصیف میکنه. و شرکت خودروسازی ولکس‌واگن اسمش رو به ولتس‌واگن تغییر داد. حداقل در حساب توییتری ولکس‌واگن در آمریکا. البته بعداً معلوم شد این دروغ اول آوریل بوده و بهانه‌اش خبر مربوط به خودروهای برقی این شرکت که اخیراً درز کرده بود. هنر طراحی لباس مختص شوهای آنچنانی نیست. یک مجموعه مد هم در قالب یک فیلتر اینستاگرامی ایجاد شده. همه تصاویر توسط یادگیری ماشین خلق شدند. برند تجملی چینی میتریدیت اولش پوشاک واقعی تولید میکرد که در یک دنیای دیجیتالی تعاملی هم عرضه میشدند. ولی همون مجموعه لباس رو چند هنرمند در لس آنجلس به یک مدل هوش مصنوعی هم وارد کردن و اون یک الگوریتم یادگیری ماشین بوده که این طرح‌های انتزاعی روی اینستاگرام رو خلق کرده. ورودی ما صدها تصویر از بافته‌های مختلف، تصویرهای از نزدیک، وسیله تزیینی، دکمه، عکس‌های تمام قد و چیزهای دیگه. خروجیمون هم در واقع چیزیه که ماشین از این همه تصویر برداشت کرده. البته همه طرح‌های هوش مصنوعی خوب نیستند. بعضی وقتها یه چیزهایی میداد بیرون که یه کم زیادی عجیب غریب بود یا شبیه فیلمهای ترسناک بود، ولی البته کار ما یه وجه دیگه هم داره که ثبت جوهر و روح لباسه برای کاربرد و شکل و اندازشون. تجربه آنلاین آمیزه ای از ویدیو کلیپ ها و فضاهای کلیک شدنی جا به جا شونده است، در حالی که فیلترهای اینستاگرامی رو میشه از طریق کدهای QR پنهان پیدا کرد. فیلتر واقعیت افزوده داریم که مثل این میمونه که لباسهایی رو که الگوریتم طراحی کرده با چهره خودت میبینید. فیلتر XR هم داریم که شخص رو میبره توی اتاق تاریک. نکته خیلی جالب این فیلتر اینه که اگه به هر طرف بچرخونیدش میبینید که دور تا دورتون تصویر اتاق تاریکه. به نظرم چون هفته مد لندن کلن دیجیتال بوده، تازه متوجه شدیم کاری که ما میکنیم و چیزی که مردم حاضرن تجربه کنن کاملا متفاوت و بی‌سابقه است. میشه ردیف اول رو کاملا حذف کرد و از این واقعیت که مردم تو خونه دارن تماشا میکنن بهره برد. ذهنیت مردم توی خونه هم با اون مهمون ویژه‌ای که ردیف اولش رو میشینه خیلی فرق داره. خلاصه این که طیف وسیعی از مخاطبان میتونن استفاده کنن، نه فقط تماشاچی‌های ردیف اول. تجربه هایی مانند این دارن برداشت ما از مد رو به تدریج تغییر میدن. البته من همچنان فکر میکنم که حالا ما لباس های واقعی میخریم و میپوشیم و هنوز کارمون به اونجا نرسیده که برای دنیای مجازیمون بریم سراغ خرید لباس. هرچند این مسئله به محیط زیست ربط داره و خیلی روش تأثیر میگذاره. چرم حدود 3000 ساله که اختراع شده. برندهای مختلف به خاطر دوام و شکل و شمایل گرونش ازش استفاده میکنند. اما تولید محصول با کیفیت مطلوب از پوست پرمو و گوشتالوی این حیوانات حجم زیادی آب و مواد شیمیایی میطلبه و فرایندیه که محیط زیست رو آلوده میکنه. پس اگه بشه رای پیدا کرد که نیاز به اون فرایندهای آلاینده کم بشه،
کمک بزرگی به محیط زیست خواهد کرد. یک گزینه میتونه قارچ باشه. نه گاو میخواد نه مرتع. خوراک گیاهخواران. این ماده چرم نیست، اما تولید کنندش بولت تریدز میگه به اندازه چرم با دوامه و هوا رو از خودش عبور میده. اینم یک ماده دیگه است، از شرکت مایکرو ورکس در کالیفرنیا. براقی و جنسش واقعا شبیه چرمه، ولی به محض بو کردن میفهمی که چرم نیست. واکنش مشتری ها متفاوت بوده. از عین چرمه داشتیم تا فرقش با چرم معلوم نیست. و کسانی که میفهمن ماده طبیعیه ولی چرم نیست. ماده منحصر به فردیه با ویژگی های خودش. البته اون چیزی که میره توی ماده قارچی خود قارچ نیست. جولین است. همون توده های نخینه قارچ که معمولا زیر خاک رشد میکنه. تبدیل جولینه به این ماده چرمانند نسبت به تولید چرم حیوانی هم آب و هم مواد شیمیایی کمتری میبره. ضمن اینکه خود منبع طبیعی اولیه هم فواید زیست محیطی یکتایی داره. توی این فرایند در واقع از جو کربن میگیریم. از خاصیت طبیعی جولینه استفاده میکنید که بایومس یا زیست توده گیاهی رو به زیست توده خودش بدل میکنه. این مواد قارچی در عین حال به زمین کمتری نیاز دارن، چون جولینه رو میشه عمودی هم پرورش داد. این در واقع شروع پرورش مایلو در بولت تریدز. این محصول توجه بزرگان صنعت پوشاک رو هم جلب کرده. دو غول صنعت ورزشی یعنی آدیداس و لولولمون و همچنین برند تجملی استلا مک‌کارتنی دارن با بولت تریدز همکاری میکنن. اخیراً جایگزین چرم زیاد به بازار میاد. کلاً یه دنیای دیگه است. الان داریم وارد مرحله جدیدی میشیم که دیگه این محصولات واقعاً میتونن جایگزین چرم باشن و بشه در این صنعت ازشون استفاده کرد. چون برندهای لوکس گرونن، بعضاً راحت‌تر میشه این مواد کاملاً جدید رو توشون استفاده کرد. با اینکه این جایگزین ها تازه به بازار اومدن و هنوز قیمتشون پایین نیومده، ولی تو برندهای گرون میشه به کار برد. شاید مواد جولینه نتونن جای چرم واقعی رو بگیرن، ولی چرم آزمایشگاهی که سلول به سلول مثل چرم واقعی میمونه چی؟ بله، این ماده سفید براق پوست گاویه که در آزمایشگاه ساخته شده. ظاهرش شکم غیر عادیه، چون فقط پروتئین و کلاژنی که پوست گاو رو میسازن کشت شدن. همونطور که میبینین مویی در کار نیست. چربی اضافه و گوشت هم به پوست نچسبیده. ما فقط همون چیزی که برای تولید چرم لازمه کشت میکنیم. مسئولان ویترو لبز میگن فرایند تولید محصول از پوست آزمایشگاهی به مراتب ساده تره و حدود 90% کمتر مواد شیمیایی مصرف میکنه. این شرکت در انتخاب شرکای تجاریش خیلی دقت میکنه، ولی طبعاً شرکت‌های دیگه ممکنه روکش‌های شیمیایی آلاینده استفاده کنن و این موضوعی که کل صنعت دنبال حل کردنشه. 5 سال از اولین تلاش‌های ویترو لبز میگذره. حالا به جای رسیدن که مسیر رو طوری تنظیم کنن که مصرف آب و تولید ضایعات به حداقل برسه. اینجا از گوساله و شترمرغ و حتی تمساح سلول داریم. از یک لوله آزمایش میتونیم صدها میلیون متر مربع چرم بسازیم. به سلولا مواد مغذی میدن تا بهتر تکثیر بشن. بعد میذارنشون روی یک داربست مشبک نازک. این از مواد طبیعی بازیافتی ساخته شده و در محصول نهایی جاسازی میشه.
بعد جعبه های رشد رو در مجموعه ای قرار میدن که در هر لحظه میتونه پوست 42 گاو رو پرورش بده، یعنی به اندازه چند صد کیف دستی. بعد از چند هفته جعبه رو باز میکنیم و پوستی که از سلول کش کردیم حاضره. دی ان ای این محصول هیچ تفاوتی با گاوی که سلولش رو برداشتن نداره، بنابراین نقایص چرم‌های مصنوعی دیگر رو نداره. حسی که آدم به چرم داره، این هم همون حس و همون شکل رو داره، چون واقعا چرمه. البته در این مراحل اولیه چرم آزمایشگاهی هنوز محدودیت‌هایی داره. ضخامت پوست سنتی بین 0.5 میلیمتر تا بیش از 1 میلیمتره. این پوست ها 0.6 میلیمتر بیشتر نیستند. سعی ما اینه که کلوفتی پوستامون رو بیشتر کنیم، برای اینکه میخوایم با صنایع مختلف کار کنیم. مثلا برای صندلی خودرو پوست باید ضخیم‌تر باشه، یا در لوازم ورزشی و صنایع ورزشی ضخامت های متفاوتی لازمه. ویترو لبز داره دوام محصولاتش رو به کمک شرکاش به بوته آزمایش میگذاره. برای آزمایش پایداری هم از دانشگاه هاروارد کمک گرفته. هدفشون اینه که در 2 سال آینده تولیداتشون رو دست کم در بخش کالاهای لوکس عرضه کنن. ولی تغییر هیچ وقت یک شبه اتفاق نمیفته. به نظر من هنوز دهه ها مونده تا جایی که فقط از این تولیدات استفاده کنیم. رسیدن به بازار تولید انبوه زمان میبره. ولی روش هایی موجوده که همین الان هم باید بشه تولید انبوه کرد، مثلا پنبه طبیعی یا کشاورزی باززاینده یا بازیافت. خلاصه این که چرم با اینکه بزرگترین مشکل صنعت مد نیست، ولی ممکنه براش راه حلی پیدا شده باشه و کی میدونه، شاید در جریان کپی کردن چرم به چیزی برسیم که به نظر بعضی از چرم اصل بهتر هم باشه. ولی مد فقط به لباس محدود نمیشه. کلی زیورآلات و خنزل پنزل هست که مجموعه همشون تیپ و قیافه آدم رو تشکیل میده. بهار رسیده و گل‌های رنگارنگ دارن باز میشن. هر گل یه منبع الهامه برای پوشش و آرایش در فصل جدید. البته امسال بهار که بیشتر فروشگاه‌های لوازم آرایشی بستن، خیلی جایی برای امتحان کردن رنگ‌های بهاری روی صورت نیست. ولی اپلیکیشن‌هایی هستن که با کمک هوش مصنوعی و عینکی که میتونین توی خونه یا پارک به صورتتون بزنین، آرایش ایده‌آل برای صورتتون رو پیشنهاد می‌کنن. این عینک مال فروشنده آنلاین ژاپنی زوزو. عینک رو طوری طراحی کردن که دور چشم رنگ‌های مختلف میندازه و اگه همزمان از اپلیکیشنشون هم استفاده کنین، میتونین بدون اینکه پاتون از خونه بذارین بیرون، رنگ زمینه یا فاوندیشن مناسب برای صورتتون رو پیدا کنین. قدم اول اینه که با دوربین موبایلتون همه رنگای روی قاب عینک رو نگاه کنین. وقتی سرتون رو میچرخونین، اپ ارزیابی میکنه که رنگا چه تأثیری از محیط میگیرن. اپلیکیشن تأثیر نور محیط رو محاسبه میکنه و از تصویر کسر میکنه. چیزی که میمونه رنگ واقعی پوست، مو و چشمتونه. صورتتون رو به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنه و برای هر بخش بهترین فاوندیشن رو پیشنهاد میده. جالب‌تر این که درصد هموگلوبین و ملانین پوستتون رو هم اندازه می‌گیره و میگه رنگ شخصی شما چیه که بتونین لباس متناسب با رنگ پوستتون بپوشین. در آینده آرایش با واقعیت افسوده هم ارائه میدیم، ولی آرایشی که تاثیر رنگ شده. یعنی عینک رو 3 ثانیه می‌زنید به چشمتون و به طور مجازی آرایش می‌کنید. ولی چون تصحیح رنگ داره، دقیقاً چهرتون رو با اون آرایش می‌بینید، چون رنگ‌ها تصحیح شده. شرکت زوزو یه سری محصولم برای خرید از راه دور تولید کرده. از جمله زوزو مات که پا رو اندازه می‌گیره و زوزو سوت که ابعاد بدن رو اندازه می‌گیره. سامانه جدید اخیراً در ژاپن راه افتاده. عینک‌ها رو هم برای مشتری‌ها مجانی می‌فرستن. یه اپلیکیشن دیگه که در دوران قرنطینه برای خرید از راه دور تولید شده، سکنر لب شانل. ما در فضای باز با گل‌های مختلف امتحانش کردیم. اون نقطه‌ای رو که از رنگش خوشتون اومده، دقیق مشخص می‌کنین و سکنر لب نزدیک‌ترین رنگی که به اون رنگ در محصولاتش داره پیشنهاد می‌کنه. بجز رنگ، 2 حالت براق و مات رو هم نشون میده که ببینین کدومو بیشتر می‌پسندید.
اگه از رنگی که پیشنهاد داده خوشتون نیومد، میتونین از مجموعه رنگاش انتخاب کنین و هر کدومو روی لبتون نشون میده. اپلیکیشن شانل هم در پیشنهادش حالت لب و رنگ چهرهتون رو در نظر میگیره و بر اون مبنا مناسبترین رنگو براتون میفرستن. واقعا عجیبه که چقدر رنگی که فرستادن به اونی که توی ویدیو دیدم شبیه. این شماره 47 معروف به Daring Red و تقریبا عین همونه. واقعا خوشم اومد چون مدلی که روی اپ نشون میده به مراتب از اونی که من خودم به لبم زدم بهتره. فوق‌العاده است. خلاصه با اینکه خیلی جاها لوازم آرایش فروشی ها بستن، اهل آرایش همچنان میتونن به لطف فناوری از خونه لوازم آرایششون رو پیدا کنن و میشه حد زد این فناوری ها به مرور پیشرفته تر هم بشن. خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. منشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب bbc فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از روی توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون تا برنامه بعد و موضوعاتی نو. بدرود و خدا نگهدار.